در جلسه پرسش و پاسخ غیر رسمی که از تلویزیون سراسری ای بی سی آمریکا پخش شد، بارک اوباما به سوالهای مردم درباره های اخیر و مطرح شدن دوباره تبعیض نژادی در کشور پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشور تا رسیدن به شرایط ایدئال در این زمینه فاصله زیادی دارد. شیدای رزایی گزارش می‌دهد. خانواده قربانیان تیراندازی های پلیس و خانواده پلیس های قربانی همه در یک اتاق جمع شدند تا با سوال های سریح و بیپرده رئیس جمهور آمریکا را به چالش بکشند <تصفح> <تصفح> چالش درباره موضوعی که نه فقط با تاریخ که به باور آنها با زندگی روزمرهشان اجین شده تبعیض و تفاوت های نژادی مخصوصا وقتی کارشان به برخورد با پلیس می کشد. مثل این ویدیو که در چند روز گذشته 35 میلیون بار تماشا شده و به اشتراک گذاشته شده. شما وقتی پلیس رو میبینید قبل از اینکه به شما ایست بده کارت شناساییتون رو تو دستتون بگیرید چون بر از ایستادن اگر خم شوید ممکن افسر پلیس تصور کنه شما میخواهید اسلحه بکشید و بهتون تیراندازی کنه. کوفی اندرسون در جلسه پرسش و پاسخ حضور داشت و از رئیس جمهور پرسید آیا هرگز پلیس او را کنار کشیده است؟ جواب بله است. پلیس من را متوقف کرده است. آقای اوباما ادامه داد. البته خیلی وقتها مقصر بودم و از اونها خاطره بدی ندارم. اما چیزی آزاردهنده از سالهای دورتر در ذهنم باقی مانده که رنگی از تبعیض داشت. من هنوز یادمه تقریبا ده سالم بود وارد آسانسور شدم و زنی در آسانسور بود که در آپارتمان مجاور خانه مادر بزرگم زندگی می کرد به محض اینکه من وارد شدم او از آسانسور بیرون رفت و من پرسیدم شما نمی و او گفت نه من رسیدم بالا اما سرک کشیدم و دیدم که او پس از آنکه خیالش راحت شد که تنهاست سوار آسانسور شد از من می ترسید. کمرون استرلینگ پسر 15 ساله آلتون استرلینگ که در باتون روژ لویزیانا توسط پلیس کنار کشیده و در تیراندازی کشته شد نیز رئیس جمهور را در این جلسه مورد خطاب قرار داد. من اینجا هستم با این سوال شما چطور میخواهید خانواده من احساس امنیت کند؟ نه فقط خانواده من همه مردم و پلیس های وظیفه شناس و خوب در این جلسه آقای اوباما حل مسئله نژاد و قومیت، تامین امنیت شهروندان و رفتار مردم و پلیس با یکدیگر همگی را در گروه سهه صدر و آموزش است. او افزود گام های بلندی در این راه برداشته شده، اما هنوز آمریکا تا رسیدن به شرایط ایدئال فاصله بسیار دارد. شیده رضایی صدای آمریکا.